دادگاه عالی جنایی بحرین جلسه محاکمه علنی 24 متهم به ارتباط با تروریسم های داعش را به جلسه محرمانه تبدیل کرد یوسف المحافظه نایب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در حساب تویتر خود درباره علل محرمانه شدن جلسات دادگاه پرسش های مطرح و به این موضوع اشاره کرده که برخلاف زندانیان دیگر که نامشان همه جا ذکر می شود متهمان مرتبط با داعش همچنان ناشناخته هستند. وی تاکید کرد که مقامات بحرین باید اسامی این هسته ترویسی تروریستی مرتبط با داعش و حامیان آنها در بحرین را فاش کنند و اطلاعات کافی از زمان و مکان شکلگیری آن ارائه دهند. دادسرای جرایم تروریستی کشور بحرین چهار متهم وابسته به گروه تروریستی داعش را که به تشکیل هسته تروریستی متهم بودند آزاد کرد به گفته ی عبدالله شملاوی وکیل دادگستری این افراد 17 تا 24 ساله قصد منفجر کردن مسجد بزرگ عالی را داشتند اما با وجود اتهامات وارده به دلیل عدم اعتراف آزاد شدند. گفته می شود علت غیرعلنی برگزار کردن جلسه محاکمه متهمان و آزادی آنها ارتباط برخی از ایشان با نزدیکان و خانواده آل خلیفه بوده است.